بخونیم شاید بشه. Most important injection. Most important injection. Inject your calicolorati 100 میلی گرم پر میلی لیتر کالیوم کلوراتوم و آکوا دستیلاتا پرو انجکشن دار. Inject your کافئینی ناتری بنزویکی کافئینوم ناتری بنزویکوم اسیدون بنزویکوم و آکوا دستیلاتا پرو انجکتیونه داره. اینا رو دقت بکن به طرز نوشتنش که آکوزاتیو نوشته. نمی‌خوام چی بگم، یعنی الان یه جور نسخه نوشتن لاتین تمرین میشه. اینجکت یا پروکائینی، پروکائینی دو تا آی کلوراتی، پروکائینیوم کلوراتوم، ناتریوم کلوراتوم، ناتریوم دیسولفوروزوم، اسیدون کلوراتوم و آکوا دستیلاتا پرو انجکتیونه داره. اینا اینجکشن دات آر لایکلی تو هیدرولایز. اینا دوستان سریع هیدرولایز بشن، بعد اگزامین بشن، مواظب باشیم، استیبل باشن. The composition of پروکائینی کلوراتوم، حالا پروکائین کلوراتوم رو دوده داده. خب پروکائین چی بود؟ لوکال آنستتیک بود دیگه، با دیاتیل آمینویتانول اینا سریع چیز میشه، آنیلین میده. اینجکت یا گلوکوزی 10%, 20% و 40% داره، با پی اچ های مختلف. ابزوربنت 470 نانومتر داره. سولونتش هم وادر به علاوه HCL گلوکوز، که چون HCL هست مدام هست دیگه اجاست میشه. Suspension injection in case of incorporation of low solubility or insoluble substance ensuring the depot effect. اگر insoluble باشه یا low solubility باشه وقت depot effect داره. Vehicle of suspension in with low solubility could be a water or oil. API can stored in suspension or in vial. یعنی حالت سسپنشن باشه یا پودر باشه، بعدن ما آب مخلوط بکنیم هم بزنیم بشه ویال. اکسپینس اینوالو از ویسکوزیتی انهانسر ویدینگ اینشورینگ اسیستینگ ده شیکیبل پروپرتی استابیلیزیتینگ آیزوتونیزیتینگ بافر ان پریزرویتیو. پافر به آلمانی میشه بافر ها، این پافر آلمانی نوشته شده بود. کجا بودم؟ Suspension injection. The viscosity enhancer is hydrogel suspension. If you have a hydrogel suspension to enhance the viscosity, you can use methyl cellulose, sodium carboxy methyl cellulose, polyvinyl pyrrolidone, dextran, and mucilage of sodium alginate. If you have a oil-based suspension and you want to increase the viscosity, you can use aluminium stearate. این چرا عقب جلو میره همینطور؟ خدا این سینه خب برش دار اینا، این میبینین که داره این میفته که حفظ کن. انهانس دی ویسکوزیتی اینا هیدرون آید یه هیدرون پریزرویتیو. این اویل بیس سسپنشن انجکشن وی کن یوز ده پریزرویتیو فور اگزمپل فنول، فور اگزمپل فنول وید ده پارتیکل سایز لیس دن 5 میکرومیتر. ده اسلو اونست آف دیورینگ اکشن بی 12 ویتامین کانتین آلومینیوم استعاره جل ان اور پروکاین پینیسیلین جی هم میتونیم باشه. یعنی پروکاین پینیسیلین جی یا ویتامین ب 12 با آلومینیوم استعاره اینا اسلو اونست آف اکشن دارن. یعنی هفلش زیاد میشه بکنم نمیفهم وقت هفته پریزرواتیف داره. میکروفاین سسپنشن پروپرتی فیل این تو ویال میکروفاین ها پروپر وهیکل لینی دیپوت افکت سابکوتینوس کلورامفنیکول کلوروسید هیدروکورتیزون پینیسیلین پریپریشن دیپوت اکشن ریتاردیلین. Suspension can be prepared from solution by separation, change of solvent, mucus associate the precipitation, precipitation helping excipients crystals. Vial lyophilized powders, tablets, vial powders, viala ke powder ampul hastan, in case of an API or component cannot be stored in dissolved form. No, ke cannot be stored in dissolved form, vial midim, without adverse change. Prepare in aseptic way with automated dosing machine, sterilization according to the nature of used material. Vial and lyophilized powder tablet ها، اونا که lyophilized هن. Vial, گفته filling into wide neck ampoule
یا دهنش باز باشه، وایدینک آمپول، گردنش ویاز کلوز ویت رابر اور پلاستیک پلاگ که با پلاستیک بسته شده، ویچ هاز تو بی پینیتریبل تو اینجکت د سولونت اور تیک د اوت د سولوشن فرام د ویال، که بتونیم مایعاتش تزریق کنیم یا ازش بکشیم، ویدوت ریمووینگ د استوپر، بدون اینکه استوپر رو بخوای برداری. ریسک آف کراس کریستالیزیشن وجود داره اور کریستال گروس ماینور، یه مقدار شده کریستال مثلا ماینورش روش کنه. کامپوزیشن هاز تو دیسولف ویدین 3 مینیت کلیرلی، و این کامپوزیشن باید در 3 دقیقه حل بشه، یعنی سولونت رو اد کردم حل بشه. فیلینگ چی بود بنا نمیشه؟ اول فیلینگ برای فیلینگش، بعد با کانتینر هم واید نکشه و برای بحثش نداره هم رابر یا پلاستیک باشه. حالا لیوفیلایز ماتریال مانیوفکچر ویت لیوفیلیزیشن متد ان کریو دهیدریشن ویت ان فوم آمپول. لیوفیلایز ماتریال دو نات بی شرانک که دیورینگ 3 مینیت، شیکینگ هاز تو دیسولو این اپروپریت سولونت کلیرلی ویدوت ریمینینگ. از لیوفیلایز ماتریال ها دو نات بی شرانک دیورینگ 3 مینیت شیکینگ هاز تو دیسولو این اپروپریت سولونت کلیرلی ویدوت ریمینینگ. لیوفیلیزیشن میتود اور کریوهیدریشن. من بعد از اون لیوفیلیزیشن خوب تحقیق کنم. گفته تبلت هایی که برای اینجکشن هم. حالا ویالا تموم کرد، لیوفیلایز هم گفت، حالا تبلت. پیرپرین آسپتیک سرکومستنس کن لیوفیلایز رو باید چیز خواهیم آنه آره. پیرپرین آسپتیک سرکومستنس کن بی استرلایز ویت اتیلن اکساید گاز و پیرپریشن آف پروکاین کلوراید ان آدرنال. اگزامینیشن یونیک ان اوریج مکس داشته باشه و سلوبل باشه. وهیکل واتر بیس سسپنشن اور اویل بیس سسپنشن بای اولیو اویل بای سزام اویل اور پینات اویل. پینات سزامه اور اولیو اویل. کریستال سسپنشن اچیو د پرولونگ افکت، اگه کریستال باشه چنجینگ د دیسپرسیتی ریدیوس دیورینگ د فرمولیشن اف وان اف د موست ایمپورتنت از دترمینیشن اف دیسپرسیتی. زینک پروت انسولین یا انسولین یا زینک پروت کریستالین انسولینه با زینک کلوراید و پروتامین سولفات داره ان وادر بیس سسپنشن. هورمون هیدروکورتیزون میکرو کریستالین هیدروکورتیزون استیت داریم، اینو پرولانگ میشه افکتشون. لیدو با لیدوکاین کلوراید هم وادر بیس پروپیلن گلیکول سسپنشن. آنتی بایوتیک ریتاردیلین بنزیل پنیسیلینه، ریتاردیلین همون بنزیل پنیسیلین پروکائین این ویال با سولونت 0.9% سدیم کلراید سولوشن اپلای اینتراماسکولاری. بنزیل پنیسیلین is an organic base with procaine. It forms a slightly soluble salt that has a depot action. Bismuth containing chemotherapy. Bismuth oxychloride برای injection, water based suspension, and bismuth salicylate injection داریم oil based. پس bismuth salicylate oil based ولی bismuth oxychloride water based. خب اینا contain bismuth هم. بعد bismuth برای چیه؟ گفته برای chemotherapyه. مینی بیسموت کانتینینگ کیموتراپیوتیک ان دیگه به هر حال، بیسموت اکسیکلوراید اور بیسموت سالیسیلیت. خب این جدولم که قبلا گفته بودم، حالا بریم سر لیوفیلایز. اون لیوفیلایز به درد چی خواهد خورد؟ اینجا زیرش یه توضیحاتی داده خودش. مینی نه همه شدیرش یک عالمه توضیح داره. مینی خودش پاورقیه. لیوفیلایز یا همون فریز درانی، همون فریز درانی یکیه. گفته فریز درانی also known as لیوفیلیزیشن or لیوفیلیزیشن or کریو کریو دسیکیشن is a dehydration process typically used to preserve a پرزینیبل ماتریال تو میک اور ماتریال مور کانونشنال فور ترانسپورت، برای ترانسپورت راحت تر بشه.
Freeze drying work by freezing the material and then reducing the surrounding pressure فشارش کم میکنه to allow the frozen watering material to sublimate که آب دیگه سابلیمیت جه سولید بره تو گس یه تو لیکوید وارد نشه directly from solid phase to the gas phase. خوش کردن انجمادی به طور خلاصه فرآیندی است که در طی آن ماده ای را منجمد می‌کند و سپس با کاهش فشار سامانه آب منجمد درون ماده منظر را به طور مستقیم به بخار تبدیل می‌کند تزئید می‌شود. ببین وقت شرینک میشه گفت شودن بی شرانک بستنی خوش شده به روش انجماد توسط ویالر داخل اتاق خوش شده. میبینی داخل سینی که خوش کردن اولیه. پس یه جوری که دار و آب نداره دیگه همش گس شده و رفته قهوه خوش شده و روش انجمادی. اوکی؟ حالا اینجا چی گفت در این رابطه؟ گفت اینایی که لیوفیلایزن لیوفیلایز مثلا manufacturing with لیوفیلیزیشن method or cryodehydration و یا فوم آمپول ها do not be shrunk و during 3 minute shaking has to dissolve in appropriate solvent clearly without remaining و تو آب حل بشه در 3 دقیقه. قبوله؟